میگن اشتباه کردن جزی از طبیعت انسان هاست و هر جا کاری دست انسان ها باشه حتما اشتباه هم پیش میاد. آدم ها اشتباه میکنن ولی کمپانی ها هم اشتباه میکنن. کمپانی های غول‌پیکری که ده ها نفر تو جلساتشون تصمیم میگیرن ولی اونا هم بازم اشتباه میکنن، چون بالاخره اونا هم انسانن. مثلا شرکت بلاکباستر میتونست نتفلیکس رو مفت بخره ولی طمع کرد و نخرید. بلاکباستر الان ورشکست شده اما نتفلیکس یکی از بزرگترین شرکت های دنیا است. قبل از اینکه گوگل به اوج برسه، یاهو تو اوج بود و گوگل تازه پا گرفته بود. یاهو برای اینکه این رقیب تازه کارو از سر راهش برداره، بهش گفت شرکتتو میخرم. گوگل هم گفت میفروشم 1 میلیارد دلار. یاهو گفت برو بابا 100 میلیون بیشتر نمیارزی و گوگل رو نخرید. گوگل در 12 ماه گذشته 162 میلیارد دلار درآمد داشته و کل شرکتش در حال حاضر 788 میلیارد دلار میارزه. ولی یاهو که اون موقع خیلی از گوگل قوی تر بود، الان یه خورده بیشتر از 5 میلیارد دلار قیمتشه. اینها رو مثال زدیم که بگیم آدم ها هر جا باشن اشتباه رو دارن. حالا یک اشتباه توسط یک شرکت بزرگ دیگه، شرکت آمریکن ایرلاین. این شرکت در حال حاضر بزرگترین شرکت هواپیمایی دنیاست و در ناوگانش 863 تا هواپیمای فعال داره. اینها در سال 1981 درست مثل الان که صنعت هوایی دچار رکود شده بودن. برای همین در همون سالها تصمیم گرفتن که یک کاری بکنن که بیشتر مشتری بگیرن تا هواپیماهاشون مجبور نشه خالی این ور اون ور بره. اونها جلسات زیادی گذاشتن، فکراشون رو گذاشتن رو هم. بالاخره یک ایده رو تصمیم گرفتن اجرا کنن و اون این بود که کارت پرواز نامحدود صادر کنن که هر کی این کارت رو بخره بتونه با تمام پروازهای آمریکن ایرلاین پرواز کنه در سراسر دنیا. در اون سالها خیلی از شرکت‌های هواپیمایی داشتن ورشکست می‌شدن. هیئت مدیره آمریکن ایرلاینز این تصمیم رو گرفت و خیلی هم افتخار می‌کرد. اونها فکر میکردن که بهترین تصمیم رو گرفتن. آمریکن ایرلاینز بعد از کلی شور و مشورت 250 هزار دلار روی این کارت قیمت گذاشتن. اونها گفتن هر کس 250 هزار تا بده، مادام العمر هر موقع که میخواد میتونه از بلیط های آمریکن ایرلاینز استفاده کنه و در صورتی که 150 هزار دلار اضافه بده میتونه یک همراه هم هر جا بره با خودش ببره. که قرارداد اینجوری مشخص کرده بود که اون همراهت میتونه هر کسی باشه، یعنی اونی که 400 هزار دلار مجموعاً پول داده میتونه یه نفر هر کسی باشه سوار هواپیما کنه. 400 هزار دلار در سال 1981 معادل 1,200,000 دلار الانه، پس پول کمی نبوده. اما آمریکن ایرلاینز گول قلمبگی این مبلغ خورده. در ضمن اینم بدونید این 400 هزار دلاری که میدادین فرست کلاس میتونستین سوار شین، نه اکونومی. آمریکن ایرلاینز فکر میکرد که این تر میترکونه و خیلی از آدما میخرن میذارن جیبشون و زیادم استفاده نمیکنن، پس به صرف شرکته. اما در کل دنیا فقط 28 نفر این کارتو خریدن و آمریکن ایرلاین از اینکه فقط 28 تا فروخته شد جا خورد. اصلا فکر نمیکرد که اینقدر کم بفروشه. برای همین 28 تا موزل برای این شرکت درست شد. همه این 28 نفرن 400 هزار دلار پرداخته بودن و کارت تک نفره رو نخریده بودن. برای همین موزل آمریکن ایرلاینز از 28 نفر به 56 نفر میرسه. تا حالا تو بوفه ها رفتین که هر چیزی دوست دارین میتونین بخورین؟ یه پولی پرداخت میکنین ولی هر چیزی که بخوای میتونین بخورین. اما بوفه سود میبره، چون شما میرین هر چه قدم بخورین بالاخره سیر میشین و اون سودشو برده. این کارت آمریکن ایرلاین هم این ورودی بوفه است، اما فرقش با بوفه اینه که بوفه بالاخره سیر میشی میای بیرون، اما کارت پرواز سیرمونی نداره، تا آخر عمرت میتونی استفاده کنی، مخصوصا که پولشو قبلا داده باشی. این ساده دلا فکر میکردن مثلا طرف سالی یه دفعه از این کارت استفاده میکنه، ولی نمیدونستن چه خوره هایی هم وجود داره.
این کارتو چه کسی میخره؟ اونی که خوره سفر و پروازه. و بیشتر آدمهایی که این کارت از امریکن ایرلاینز خریده بودن همه اهل سفر و مسافرت بودن. امریکن ایرلاینز تو بد مخمصه افتاده بود. یکی از خریدارا ایشون بود، استیون راتستین. ایشون این آدمی بود که میره تو بوفه ولی تا آخر عمرش سیر نمیشه. ایشون یکی از بانکدارهای شیکاگوست. این آقا رکورد زده. ایشون با این کارتی که 400 هزار دلار خریده بیشتر از 10 هزار پرواز سوار امریکن ایرلاینز شده، اونم فرست کلاس. متوسطش اگه حساب کنی بیشتر از یک پرواز در روز میشه. بعضی وقتا تو تعطیلات آخر هفته در شیکاگو یه دفعه تصمیم میگرفت میخوام برم لندن و ساندویچ هندی بخورم. میرفت لندن ساندویچشو میخورد، بعد برگشتنه از طریق بوستون میومد که تو بوستون پیاده بشه و به دوستش سر بزنه و دوباره از بوستون پرواز میکرد و میرفت شیکاگو. یعنی 3 پرواز در یه روز. این آقا مرتب این ور اون ور میرفت. حالا قیافه هیئت مدیره امریکن ایرلاینز رو ببینید. اونا نمیدونستن چی کار کنن با این موزه. البته ایشون تنها نفری نیست که خیلی استفاده میکرد. مثلا مایک جویس که یکی از خریداران این کارت ها بوده زد به سرش و در عرض 25 روز 16 بار از نیویورک رفت به لندن و برگشت. این دستگل امریکن ایرلاینز باعث شد تعداد زیادی از این هیئت مدیره استعفا بدن. این کسانی که خوره پرواز بودن سال بیشتر از 1,000,000 دلار هزینه میذاشتن رو دست امریکن ایرلاینز. راتستین در عرض 30 سال که این کارتو داشت 16 میلیون کیلومتر مسافرت کرد و همش هم در فرست کلاس. 16 میلیون کیلومتر میدونید یعنی چی؟ یعنی 20 بار بری کره ماه برگردی. هیئت مدیره شرکت دیگه از خجالت نمیتونستن سرشونو بلند کنن که این چه تصمیمیه گرفتین؟ مخصوصا این یکی آزارشون میداد. برای همین اونا تصمیم گرفتن اینو بذارن زیر نظر، ببینن این چیه، کجا میره، کجا میاد. مامورای شرکت فهمیدن که ایشون قبل از پرواز میره فرودگاه و به مسافران نگاه میکنه. از هر کی خوشش میومد بهش میگفت میخوای از اکونومی بریم فرست کلاس؟ طرفم از خدا خواسته میگه آره. بدون اینکه پولی ازش بگیره طرفو میبرده فرست کلاس. این مشکل خاصی به نظر نمیرسه، ولی وکلای شرکت نقطه ضعفو پیدا کردن. اونها تو قرارداد نوشته بودن مسافرا قبل از اینکه برن فرودگاه باید اسمشونو بدن و ایشون هم برای همین زودتر میرفت فرودگاه که اسم هر کی رو دوست داره بده. اما بازرسای شرکت گفتن خب از این طریق میتونیم کارتو ازش بگیریم. امریکن ایرلاینز در دادگاه برنده شد و تونست کارتشو باطل کنه. راتستین شکایت فرجام خواهی کرد اما در دادگاه دوباره باخت. امریکن ایرلاینز نقره داغ شده بود. خیلی از مردم هم تقاضا میکردن که از این کارت دوباره بفروشین که بخرن. در سال 2004 امریکن ایرلاینز گفت خیلی خوب، هر کی میخواد بیاد کارت بخره. اما این بار 3 میلیون دلار و 2 میلیون دلار هم برای همراه که به پول امروز میشه 6,800,000 دلار. هیچ کس نخرید، چون با 6 میلیون دلار میتونی یه جت خصوصی بخرید. ولی این لکه به دامن امریکن ایرلاینز هست تا موقعی که اون 27 کارت دیگه معتبره و دارندگانش زندن، گوشت تن این آب میشه، چون هر سال یه ضرر هنگفت به شرکت میزنن. 3 از معروفترین آدمایی که این کارتو دارن، یکیشون مایکل دله که مالک شرکت دله. نفر بعدی مارک کیوبنه، یک سرمایه گذار میلیاردر که تیم بسکتبال دالاس هم برای اونه. و معروفترین دارنده این کارت بیل کلینتونه که باید بشناسینش. ایشون هم بعد پرواز نمی کنه.